قربانی هیلگریها، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی، گرفته شده از کتاب پس از خاموشی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان حقیقی قربانی هیلگریها را خدمتتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب بکنید و علامه زنگک را نیز فشار دهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من و تماس شوید. آغاز داستان، قربانی هیلگری ها، قسمت دوم. خانم خانه یعنی خوریگل، نام بعد از مدت خودش را به خانواده گلسوم نزدیک می کند و به عنوان همسایه خوب رفت و آمد را با این فامیل شروع می کند. ولی این رفت و آمدها واقعی، صادقانه و بی‌آلایش نیست. این زن کم کم با مداخله در امور زندگی زن و شوهر جدید به خود حق می دهد و بارها سعی می کند که بین خشوع و عروس مشکل ایجاد کند. می خواهد با بیان کمی ها و کاستی های عروس و مادر شوهر بیشتر درزندازی کند. اما مادر خانواده که خانم با تجربه و فهمیده است، نه تنها این جسارت و مداخله خوریگل را مهم جلوه نمی دهد، بلکه از او خواهش می کند که دخالت ها را در خانواده کمتر کند و یا اینکه در خانوادهشان اصلا دخالت نکند. اما خوریگل که هدف داشت و از شخص نقیب و خانواده یوی خوشش می آمد و می خواست یکی از دخترانش را با عنوان عروس در این خانه جا دهد، دست از مداخله بر نمی دارد و این بار جهت و مسیر حمله را تغییر می دهد. حالا بین زن و شوهر تازه ازدواج شده سنگ اندازی می اندازد و کم کم احساس موفقیت هم می کند، بدین معنا که زن و شوهر را با مهارت تمام طور جداگانه متوجه کمبودی هایشان می کند. و اینجاست که توجه نقیب را به یکی از دخترانش جلب می کند. تا حدی که وقتی پسر از وظیفه اش می آید، قبل از آمدن به خانه خودش به خانه همسایه رفته و با اهدای تحایف و ضروریاتشان آنها را ناز و نوازش می دهد. در عین حال عروس را نیز آرام نگذاشته گوشش را از کمی ها و کاستی های شوهرش پر می کند و با او ذهنیت می دهد که شوهر تصمیمی گرفتن زن دیگر را دارد. پس تو نباید راحت بنشینی، باید برای نجات زندگی خود هر کاری را که در توان داری انجام بدهیم. روزی از روزها به خانه آمده و می گوید یک ملای خوبه که تعویض نویس است را پیدا کردم و با گرفتن یک مقدار پول مشکل تو را حل می کند. این عروس که تازه حامله هم است و سخت تحت تأثیر حرفای این خانم رفته بود، نمی خواست که شوهرش زن دیگر بگیرد. قبول کرده و می پرسد که چه مقدار پول باید تهیه کند. زن هیلگر که شکار خوبی را دریافت کرده بود می گوید 50,000 افغانی. دختر با تعجب می گوید او 50,000، این پول خیلی زیاد است. خوریگل اضافه می کند ولی نه آنقدر زیاد که زندگیت برباد شود. قبلا نیز برایت گفتم که برای نجات زندگیت باید هر کاری بکنی. گلسوم، مگر این پول را از کجا پیدا کنم؟ خوریگل، مقدار از طلایت را بفروش. گلسوم، امکان نداره، به خانوادم چی بگویم؟ خوریگل، بگو گم کردم.
مثلا یک انگشترت که نگین الماس و زمرد داره را میتونی با فروش آن تمام پول مورد نیاز را به دست بیاری. کلثوم: نه، نمیشود. این انگشتر را شوهرم برایم هدیه داده. خوریگل: خب خودت میدونی انگشتر را میخواهی یا شوهرت را. کلثوم: نه، نمیشود. ممکن نیست. کلثوم: با وصفی که این موضوع را رد کرد، لحظه به لحظه به تشویشش می افزاید و با داشتن تشویش زیاد شب خوابش نمی برد. صبح زود وقتی به طرف کورس می رفت، قبل از آن اول سر به خانه همسایه می زند و انگشتر را به آن زن تسلیم می کند. وای بی خبر از این که دادن انگشتر به خوریگل شروع بدبختی های زندگیش می شود و آن زن برایش می گوید که برو دلت جمع باشه. کاری را که گفتم می کنم. کار می کنم که شوهرت نوکرت شوه. یکی دو روز بعد زن با چند پارچه کاغذ و اشکال متفاوت نزدیک این خانم آمده و به دستور عمل اجرای کار به دختر تفهیم می کند. اینجاست که دختر می گوید که حتی باید سر و صدای گم شدن انگشتر را نیز در خانه همین امروز بیندازی. کلثوم هم به تطبیق گفته های خوریگل فتنگر، گرگ در لباس گوسفند، همین که کلثوم گریه کنان سر و صدایش را بابت گم شدن انگشتر بلند می کند، خانواده متعجب می شود که این چی کار بد است که هرگز در این خانه پیش نیامده است. او را تسلا می دهند که خیر باید فکر کنیم که چرا این کار صورت گرفته. بعد از بحث ها و حرف ها و رد و بدل شدن گپ و سخن، یکی از اعضای خانواده می گوید که غیر از این همسایه و دخترانش بیگانه دیگری در این خانه نیامده است. ممکن که کار همین ها باشد. تصمیم می گیرند که من بعد متوجه بوده و کم کم پای رفت و آمدشان را از خانه بگیرند. با آن هم یک فرصت ممکن زن امسایه از عروس می پرسد که دلیل تغییر همه خانوادهتان در مقابل ما چیست؟ کلثوم به سادگی راز خانه را به خوریگل بازگو می کند که همه فکر کرده اند انگشتر را شما دزدیده اید. زن فتنه که منظورش هم چنین بوده است، در ظاهر خودش را به عروس خیلی ها ناراحت نشان می دهد، ولی در باطن خود را برنده عملیاتش می داند و فرصت را از دست نداده دست به کار شده و به شوهرش می گوید که متوجه باش در این روزها زنت در کورس در جستجوی تعویض نویس شده، زیرا او فکر می کند که تو می خواهی زن دوم بگیری و برای نجات خود دست و پا می زند. نقیب که اصلا تا حال در این مورد فکر هم نکرده بود، با یک موضوع خیلی ها عجیب متوجه می شود و این جریان را با خانواده خود شریک می کند. اینجاست که همه متوجه حرکات عروس می شوند و تا اینکه آن کاغذها که گویا تعویض بوده و دسترسشان قرار می گیرد، در بدل آن انگشتر ارزشمند، این کاغذهای ناچیز و بی ارزش. با این کار کلثوم نه تنها از نظر شوهر بلکه از نظر همه خانواده می افتد و زن مکار بیشتر از پیش دست به کار می شود و توجه نقیب را به دخترش جلب می کند، تا اینکه صدف دختر بزرگ خود را در روز اولین تولد فرزندان دوگانگی کلثوم به عنوان زن دومی نقیب وارد این خانه ساخته که در این حالت زندگی کلثوم و چند فرد دیگری این خانوادگی را به تباهی می کشاند. اینجاست که بایست و این باور بود زنان تنها تحت خشونت مردان قرار ندارند، بلکه هستند زنانی که علیه زنان خشونت بار می آورند و باز هم آنها را تحت تأثیر خانواده و فامیل و مردان قرار می دهند. پس در شناخت انسان ها حتی همجنسان خود خیلی ها باید محتاط باشیم. پایان داستان.
برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.